سلام و درود هموطنان عزیزم. 26 مرداد 1402، 17 آگوست 2023، 176 روز از تحصن گذشته. پس از 72 روز اعتصاب قضا و 2 هفته در بیمارستان بستری بودن، امروز 326مین روز تحصن هموطنانمون در وین هست. ما اینجا محکم استوار با انگیزه و انرژی که از شما بچه های ایران گرفتیم در 176مین روز ایستادیم کف خیابون تا فریاد شما باشیم، تا ادامه دهنده راه شما باشیم، تا کنار شما باشیم. و تا لحظه ای که سپاه پاسداران قاتل بهترین های ایران در سر جای درست خودش، یعنی لیست سیاه سازمان های تروریستی و تبهکار قرار نگیره، ما اینجا خواهیم بود و تکون نخواهیم خورد. دوستان، چند نکته مهمه. یک، نگاه به دوروبر خودمون بیاندازیم. ممکنه برخی از صحبتهایی که میشه تکراری باشه، ولی تکرار مهمه. تکرار، چند وقت پیش هم عرض کردم چرا تکرار مهمه؟ به همون علتی که تکرار چکیدن قطره‌های آب به اون نرمی، به اون ظرافت، سنگ به اون سختی رو سوراخ میکنه. تکرار رو یادمون نره. ما هر روز باید به یاد خودمون بیاریم که کجا هستیم، داریم چه میکنیم، وظیفمون چیه در این برهه بسیار بسیار مهم تاریخی، در تاریخ مبارزات مردم ایران. اینا همه ثبت میشه که ماها چه کردیم، هر کدام از ماها در طول این مدت چه کردیم، مسبب چه حرکت هایی بودیم، آیا تشویق کردیم، آیا باعث حرکت جنبش شدیم، یا بعضی موقع ها چوب لای چرخ جنبش کردیم. اینها داره نوشته میشه، بنابراین یاداوریش خوبه. بنگرید به دور و اطراف خودتون. پنجمین ششمین کشور ثروتمند جهانیم. هموطنانتون رو ببینید تا کمر در سطلهای زباله خم میشند برای ارتزاق. به زنان و دخترانی که مجبور به تن فروشی میشند بنگرید، به مردان و زنانی که اعضای بدن خودشون رو دارن میفروشند برای اینکه خانوادهشون رو سیر کنن بنگرید، ببینید این رژیم چه بر سرتون آورده، ببینید چه با شما کرده. تمامی گروه ها رو ببینید به چه روزگاری نشونده. خانواده ای هست که زندانی نداشته باشه، شهید نداشته باشه؟ خانواده ای هست که هزینه جنایات این رژیم رو نداده باشه، شلاق جنایت این رژیم بر گردش فرود نیومده باشه؟ برای چه باید صبر کنیم؟ میدونیم که این رژیم به آخر رسیده، میدونیم که این رژیم به پایان رسیده، ولی ما باید تمام کننده باشیم. کارخونه فولاد خوزستان هم تعطیل شد، یک هفته است. تمام چرخهای کشور داره یک به یک از کار میسته، ولی این ایران ستیزان و این جنایتکاران، ببینید چند صد میلیارد دارن خرج کارنوال 40 میکنن. برای چه؟ به دلیل اینکه مشروعیت داخلی رو از دست دادن. باید نیروهای خارجی رو جذب کنن، باید مزدوران خارجی جذب کنن. میخوان به جهان نشون بدن که هنوز هستن، ولی این ما هستیم که به جهان نشون دادیم تا کنون اینا اصلا نیستن. بنابراین این مبارزه نهایی رو باید با قدرت، با همبستگی پیش ببریم. همبستگی یادمون نره. الان فقط زمان مبارزه است، زمان همبستگیه برای نجات ایران. فقط باید به ایران اندیشید الان، به ایران، به خونهایی که ریخته شده، نه به چیز دیگری. و این اون مسیری است که ما به دنبال اون هستیم. مبارزه یعنی استمرار، یعنی تکرار، یعنی در میدان بودن با تمام وجود. برای چه ایستادیم؟ چه چیزی داریم که از دست بدیم؟ چیز دیگری نمانده.
بنابراین ما اون قومی هستیم که برای از دست دادن هیچ چیز دیگری نداریم. فقط یک راه داریم، اونم مبارزه است، کف خیابون، که باید از روی نعش این رژیم جنایتکار بگذاریم. این اون کاریست که ما داریم. همبستگی، همبستگی، همبستگی. دوستان، پیام‌هایی رو که فرستاده بودید، دو مورد رو گفته بودید. من این رو بارها هم عرض کردم. مسائل محله ها رو ما بارها گفتیم. من میدونم در شهرهای بسیاری محله ها هماهنگ شده. به خاطر شما که دوباره گفتید من این رو یادآوری کنم، عزیزان محله هاتون رو، گروه های محلی که مورد اطمینان همدیگر هستید رو تشکیل بدید. شروع کنید اون محله رو به هر حال زیر نظر داشته باشید. کارهایی رو که خودتون میدونید در محلتون، در شهرتون لازمه، یک به یک انجام بدید تا فرارسیدن روز موعود. این اون کاریست که در محله ها باید انجام بشه. شعارهای شبانه رو هم گفته بودید. شعارهای شبانه رو من همیشه گفتم بسیار بسیار مهمه، اما بستگی به شهر و محله ها داره. الان شهرک اکباتان دارن به زیبایی این کار رو انجام میدن، و وقتی هم که همه سرها از خونه ها بیرون بیاد، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. شعارهای شبانه بسیار مهمه، از یک سو ما رو هماهنگ میکنه، انرژی مبارزه رو در ما مضاعف میکنه، و از سوی دیگر ترس در دل جنایتکاران میندازه. صدای شما هم که به جهان منعکس میشه و میبینن که جنبش چقدر زنده است. یادمون باشه اگر میخوایم ایران بمونه، جمهوری اسلامی باید بره. این رو باید هر روز با خودمون تکرار کنیم، صبح، ظهر، شب، عصر، دائما، تا بشینه در ضمیرمون، در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهمون. قسم به خون یاران، محکم و استوار، تا پای جان ایستاده ایم تا پایان. 17th of August 2023, day 176 of our sit-in protest after 72 days hunger strike and 2 weeks in hospital. We are still here in front of Foreign Office. 176 days ago, we started our act here, our protest, our hunger strike, with one simple demand, and very important at the same time. We ask our government to place IRGC, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps, on the list of terrorist organizations for their crimes, for their terrorist activities, not there, here today, in our soil here. We can look at the fresh report of MI5. More than 15 attempted assassination, hostage taking and kidnapping just in 1 year in our soil here. We ask our government to place them where they belong to, for our safety and security here, to preserve and protect our British values of democracy, for the best of our country. We remind our government to wake up. We remind our government to stand strong in front of the terrorists and stop appeasing them. We remind our government that these terrorists only understand pressure and a strong leadership, not appeasement policy. We remind our government, and we will, that appeasement policy didn't work for past 44 years, and we all experiencing the result of this appeasement policy. Iranian regime continued with their ways, with their hostage taking policy, and with their terrorist activities in entire world. By placing IRGC on the list of terrorist organizations, we can make them accountable for their crimes. And this is the only language that they respond. And we all see, after the prescription of IRGC, they will change their ways. They will respond.
because they see big resistance, big leadership, strong leadership in front of them. And that's the only way that we can stop this terrorist organization. So we stay here. We remain here until that day, which place this terrorist organization where they belong to, on the list of terrorist organizations. Thank you.